فضانوردان آمریکایی هم می توانند از خارج از کره زمین در انتخابات شرکت کنند. فضانوردان با سرعتی معادل 17000 مایل در ساعت به دور زمین می چرخند و احتمالاً منتظر نماندن در صف‌های طولانی رای روی زمین می تواند در روز انتخابات از امتیازات ویژه در مأموریت فضایی به سر بردن باشد. اما حق رای دادن برای شهروندان آمریکایی آنقدر حائز اهمیت است که در سال 1997 لایحه‌ای توسط قانونگذاران ایالت تگزاس تصویب شد که به موجب آن باید تمهیداتی برای فضانوردان که اغلب آنها ساکن تگزاس میباشند در نظر گرفته شود تا بتوانند در انتخابات شرکت کنند. برای فضانوردان فرایند شرکت در انتخابات یک سال پیش از پرواز آنها آغاز میشود. فضانوردان باید تصمیم بگیرند که در طول اقامتشان در فضا میخواهند در کدام انتخابات، مثلا محلی، ایالتی یا فدرال شرکت کنند. سپس 6 ماه پیش از انتخابات فضانوردان فرم استاندارد ثبت نام برای انتخابات و درخواست برگه رأی غیابی را دریافت می‌کنند. امسال نیز شین کیمبرو تنها فضانورد آمریکایی که در حال حاضر بیرون از کره زمین به سر می‌برد، رأی خود را از طریق فرایندی الکترونیکی امن و محرمانه به زمین ارسال کرد. به گفته ناسا فضانورد آمریکایی کیت رابینز که هفته پیش به زمین بازگشت نیز از فضا رأی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ارسال کرده بود.